والسلام و محمد و من ایران می حتما روز چیزی یعنی شک نیست. تا اول یعنی می اونجا میگفتم حضرت محمد حضرت 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 نه حسین هم بهتره هم امام حسین وش گریه میکنم اونجا یه ماه آب نمیخونم لبام خوش میشد آسین بعد میشستم با رویز رویز میرفت مهر اینجا من تطوی مهر میگرفتم پوست سامیدم باز کنم یه مهر میگذاشتم توی بدنم یعنی مهره تون باشه هر فقط بزازم اید. واقعا چرا فکر میکنی اینجور میشدی؟ به هر اینکه برسم به خامنه ای دیگه میگفتم داداش دو ما بده 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 که مسئول مثلا. بی سواد میکنم مسئول مثلا جاده و خیابون همه مردم تأثیر دفعی کردن جاده بدون بدونه برونی پایین ولی ما داشتیم تو حرف مصطفی هم این بچه همون تو هم میکنمش خواهد ایران اینجوریه دیگه دیگه یک دوزبازه و دوزبازه یعنی جز دوزبازه باشی دیگه نمیتونی فکر کن تو کشی دوز باشی <تصفح> بعد که من میخوام یه دونه پرکتیس بزنم براتون بشم دعا کنم همه ما دوزیم تو دو دوز یا بیا بریم دوزی کنیم یا چی نگو دیگه اگه که همه جیبتو میزنیم دیگه تو می دو... کشی دزدی دیگه من اینا رو اینجوری می... سلام برای یوتیوب براتون نمیدونم اینا میتون یا تو میادین کیه قیافش رو نکنید خود تو این دوربین نگاه کن دوربین شما رو اتاق فرمون لطفا زوم کنین <تصح> اتاق فرمون که میگم بعد اونجا نگاه کنین بعد اونجا خونه نگاه میکنم به اتاق <تصح> <دن نگار. تصح> <تصح> خلاصه نه نه اگه یادتونه یا نه فرهاد فرهاد توی چیز بود توی به فرمایشام همون پسر بود که همه میگین عاشق نیکی شده بود <laughs> یعنی انقدر من این کامنت خوندم که تو عاشق نیکی بودی و نمیدونم ببین داره پا چه خواهی نیکی نه خب من میدونم تو کار نیکی نبودی بعد خیلی واسه من جالبه که انقدر همه مطمئنن و مثلا این میزن اصلا 180 تا دیش لایک داره و همزن آره نگاه کن خب خب چون نیکی بودش لح لح خب اگه بخاطر بود چرا ده ندادی احمق آره واقعا من من تو کاری نیکی بودم ده دادم دیگه هن <applause> نیکی اون شب قضا هم به من نمیدادم ده میدادم اگه کارت شما ده نبود من با ماجیک ده درست میکردم میدادم میدونی دوستشم چیکار کنم تنها چیزیه که من اون بفهم شما که نگاه میکنم واقعا لحظه به لحظه شو دوست دارم من سلام نباید بکنم وقت زیاده الان اجانک یه <applause> <تصحي> آخر <آمدان seven> <ADHD> من شد دارم میزنم <تصحي از> سلام <آمدانشان> <osis> من که دارم میخواد توی بفرماشم عوض کنم این بود که اون ده رو بگیرم برای نصیم بعد بدم دستم هم رو روی یک و بگم صفر میدم من فقط چیزی که شد از تو نیکی ترسیدم که مثلا شما بیاین الان مثلا روی نایس بازی هشت بدین من که کمتر از همه دادم میدونم من که نمیدونستم مگه میدونستم شما قرار بد بدین من حتما یک میدارم چون اصلا نوید عمره میگره شما دوتا باز خیلی خوب دادیم جفتون چند ما, ما جفتون آره جفتتون هفت دادیم شیش یا پنج اون عدد هم هفت کسیم فکرشم نکنم یعنی اگه هفت دادی با... من شیش دادم گفتم پنج که هر قدر هفت دلم بزنم که این عدد من نیست من پنج دادم از همی گرم میگم من ناراحت بودم که من اگه میدونستم تو اونی که پنج و شیش میدین حتما حتما من بخواستم دعا بدم دستم روی یک بگم صفر بعد هیچ وقت تو هیستوری بفرمایشم کسی صفر نداده اینم خیلی جالب میشه چرا صفر بود کسایی بودن که صفر باشن اصلا عدد صفر کارتاشون نیست اونها دیگه ده نه کن دست روی یک میشه صفر بر همین میگم دیگه خود صفر رو میگن کارت صفر هست واسه همین از نظر دزدی خیلی خوب میشد خیلی باحال میشد ولی من شما مثلا نایس این من میگم سه من مثلا بعدی داستان بشم بلکه اون جو ما که خوندن گفتم 5 6 انقدر خوشحال شدم که هیچ کی چیز نکرده بود دوستن کرده بود خب برای وقتی کشیده بود ولی نه خدا هیچ کاری نکرده بود خیلی عاشقش بود همیشه اول به اندازه خودش زحمت کشته من فقط یه تیکش رو خیلی <laughs> پرید یه... گلود ا... نه اگر میدیدم که چرا ده... آب مرغه او... فای. یعنی اگه من اون سحنه رو میدیدم که من اون سفره رو نمیذاشتم دست هم میذاشتم <applause> جفتش هیچی ببین من ببین اصلا وحشتناک در حد انزجار من بعدم میاد از این قضیه ب... یعنی از اون آب مرغ آره خیلی اصلا من وقت خیلی چند اگه دارم به فنشان به وقت ببینم اونجاش که میسه همیشه چشم ها میگیرم چون الان یادم رفته دقیقا چه بود نمیخوام یادم بیاد برات بگم ببین رفتم خونهشون مهمونی بود ماماشین و من دعوت کردن بعد پرسیدم که اگه نسیم از آشاز رو رد شده من غذا نمیخورم ولی بعدش خوده یه غذا خوردم خیلی خوش بود گفتن که نسیم درست کرده یعنی گفتن یا دیدی؟ گفتن احتمال زیاد مامان درست کرده دم تیام گرم که گذاشت من در باز نکنم چون گفت خود باز کنم نمی تو دیدی صحنه باز کردن من دم در شلوار خودش داستان شده این میکشی چون بالا میگن نیکی رو دید اجاز کرد حالا مال من جالبه من میام تو دم در و فیلم مردم میگه که به هم اونوری و من میشه هم اونوری میگه نه اونوری و من هم اونوری میگه حالا یه خور به چخص یه دور میرم ببینت بعد بیشتر میچخم و صداها رو قطع کردم و فقط من نشون میدن که اینطور اینطور میکنم بعد امید میگه خوبی سوه جان خیلی جا این کارش ولی خب حال یه صحنه قشنگ یادم دستمال این زیر بود بعد گفتش که گفت کات تموم شد خیلی مرسی این مدام آقا دستمال برداشتم اینجوری دهنمو پاک کردم بعد توی تبلیغش اینجوری من دهنم من یکی از قشنگترین و بهترین تجربه های زندگیم بود بفرمایید من قبول دارم من خیلی راضیم از کاری که کردم شاید حتی اگه باز میام باز برم من دیگه نمیدم چرا؟ چون یه بارش خیلی با بود من نمیتونم بیتش کنم اگر... اه... آره اینم فکر بدی نیست من خیلی من فکر کنی. ولی من بی نهایت خوشحالم که این کار کردم خیلی فیدبک ها بد داشتم و خیلی زیاد تا دلت بخواد دیست شدم ولی یه جا که گفتی که ایران بذار واقعا اینو بگم یه صحنه هست <laughs> <applause> فراد گریه میکنه میگه من دلم برای مردمم میسوزه مردمم هم گشنن مردم هم مثلا دارن تو زرج میکشن داره چیز اکثریت یا حداقل بگو سی درصد ها داره جو سی درصد جامعه صحبت میکنه که دارن تو زج و کسافت ها. سی درصد نوت میلیون عدد بزرگیه سی میلیون نفر آدم بعد اون لحظه که من اینو دیدم خب نظر شخصی این بود که عجب حرف قشنگی زد فرهاد من اگه مثلا تو ایران بودم میگفتم که عجب آدم مشتی مثلا چه حرفی زد انقدرم روش تاثیر داشت مثلا گریم کرد من یه کامنت خوب برای میذاشتم بعد که دیدم همه فش خارم اومد دادم پشمام ریخت فوش چرا اینکه خوب گفت خیلی برای من اون عجیب بود در رابطه با این موضوع من خودم خیلی اول تعجب کردم بچا وسط حرف فرهاد شلوار پاش نیست چیکار کنم خودت بلند میشی نشون میدی منم بلند میشه بریم کی شلوار پاش نیست ما بلند میشیم ولی ادیتور مال کیو کات میکنه مال کیو کات این مهمه وقتمون رو بکش چیکار در رابطه با این موضوع خب تو خودت شاهد بودی کلا تو این چند وقت به هر حال تو این چند روزی که همدیگر دیدیم همدیگر شناختیم میدونی که حداقلش من اینجور نب... جور آدمی نبودم میخوام فیلم بازی کنم نقشی بازی کنم همینجوری بودم و موقعی که شبیه که خونه تو بود ما بالا رفتیم با تیام داشتیم صحبت میکردیم موقعی که چیز شد من از تیام, خوا... تیام خواهش کردم که این قسمت اصلا پخش نشه میدونستم که یعنی قطعا یه سری آدم میان برخورد میکنن نسبت به این موضوع دوربین تو چک کنی میبینی اگه دو باشتش هنوز قشنگ تو اتاق بهش میگم آره من یه انقدر چیزا باک... یه دونه بک بک که خیلی خنده است ام... نسیم داره راجبه سوپ جوی من صحبت میکنه بعد میگه که سوپ جو باید قرمز باشه زرش داشته باشه نمیدونم چی بود اینا بعد یهو تیام دیدی که هیچی نمیگفت تیام خب وقتی مثلا با تیام مصاحبه تیام فقط نگاه میکرد مگه یه لبخم میزد ماکسیممش بود یهو تیام قاطی کرد من تو دور دارم میبینم تیام یه قاطی کرد روش که نسیم چرا اینقدر چرت و میگی سوپ جو اینجوری هستش. <تصفح> ما مثلا هر صد تا جو که دو تا 90 تاش اینطوری چرا قچه تو پید میگی تو اگه مثلا نخوری اینا بعد نسیم گفت اه اوکی بگو خو از اول دوباره بعد دور زبط کردم بعد نسیم گفتش که خیلی سوپ جوش خوشمزه بود خیلی همونجوری که فکر میکردم بود و من لذت بردم مثلا نه پس توی چیز فقط اون اولیه رو پخش میکنن توی آره <applause> خب خیلی چیزا رو قشنگ آدم میتونه درک کنه که یه سری چیزا باید هست یا هست میشه توی ادیت اونها اصلا واقعیتش این بود دیگه تو نسیم اون واقعیت گفته بود آره دیگه ولی بله خب یه... در... در... یه چیز بگی نسیم انقدر چطور نگی که <applause> <گنام> است <applause> در رابطه باد حالا موضوع من به تیم اصلا قسمتش رو نمیخوام پخش کنی گفت اوکی ولی خب دیگه نمیدونم چی شده پخش کردن الانم واقعا برام مهم نیست ولی آره خیلی خیلی فوش خوردم سر موضوع که گشنه خودتی گشنه فلانتون ولی من گشنه نیستم و اینجا ولی هستن کسایی که چیز هست حالا تو میگی سی درصد من بهتر میگم که اوکی من یه درصد زیادی میکرد. من پیشبینی میکردم الان و الان درصد فکرم سی درصد خیلی هم بیشتره متاسفانه و میدونی که چقدر بعدم میمد کلا در تو با این چیزا بحث بشه اصلا از همون شب من گفتم آقا دیگه بحث نکنیم شب خونه نزدیم باز <laughs> آره خیلی جالب بود نه این ولی چیز من یکی از بچه‌ها که بادیگاردم بود اومد به تیام گفتش که تیام لطفاً اون صحنه رو نزار بعد دوستم که رفت به تیام گفتم که تیام جون این ویدیو همونجور که ما امضا کردیم همه چیز مال خودته هر کاری که, که دلت میخواد بکن به حرف هیچ هم گوش نده بعد تیام همونجور کرد یعنی آردی من تو <تص> اون پیجم نگرم نباشه نه حسن. اونو ده... صد درصد حق نشه دیگه نمیدونم این که حالا من... من, واقعا انتظارم نداشتم که بخواد حرفم گوش کنه یعنی وقت من... اومدم صحنه رو من خودم دیدم صحنه خودم رو میگم دیدم گفتم خب کاش پخش میکرد ولی اوکی کرد. به قولن امضا کرد دیگه نه من من میگم کات گفته بودنم استفاده کرد گفتم که دمت گم یعنی حتی اونم مثلا ناراحت گفتم که دود چرا کات کردی نه دارم. از این چیزشون چی میگم امانت داریشون من خودم خیلی راضی بودم واقعا حقایق رو نشون میدادن خیلی خیلی پروفشنال یه سوال هم تو نپرسیدن زیاد که خب بهتون میگفتن چی بگی چی کار کنی هرکی هر کی میفهم میدونه چه بهتون میگفتن بگی چی کار یا مگه میشه خودتون هر هر کار کارتون میکردید آره خیلی وشون جالب بود آره واقعا صد درصد هر کاری که خودمون میخواستیم میکردیم به هیچ اما هیچی کنترل نمیکردن حتی اگر سوال میکردی تیام اینو بگم یا اون تیام اینطوری میکرد یعنی حتی نمیگفت مثلا آره، نمیدونم آره یا فقط اینجوری سرش نکنم که یعنی من تو بازی نیستم هر خودی دوشم این از اکسوشو هم چندشو جناب کردم بعدی هم همشون تو کفششون چیز دارن از این پلاستیکا پوشیدن مثلا یادم نبود که تا این حد پروفشنال بودن آره. حتی پلاستیک پوشیدن که کفش میان تو خونه مثلا نکنه خیلی حرفه ای واقعاً واقعا من واقعا راضی از دولبوس تیامم بدجور من خیلی واقعا راضی از تجربه که کردم خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم چیزیم هم که میخواستم بهش رسیدم چی میخواستی من هیچی نمیخواستم ازش خب من خیلی دوست داشتم معروف خیلی کمک کرد واقعا دوست داشتم خب دیگه دروغ بگم نه, نه اح... علکی گفتم خب نه دوست داشتم دیگه خب. تو دوست داشتی م... من که بعدشم دیوونه میشم خوشی اتنشن خب دیگه که... آره نه ببین اه... اصلا بحث اتنشن به کنار من کلا از بچگی دوست داشتم کار تلویزیونی دورمین فلان اینا رو دوست داشتم و من فکر کنم همه میخوان معروف شن همه دوست دارن هر کی میگه نه دوست ندارم معروفیتو چی میگه نه من تا کسی نه نمیخوام چرا من دیدم زر میزنه ببخشید کسایی که میگه دوست نداری؟ نه من حرف میگم هیچکی نیست تو <تص> مغزم 90 درصده من میتونم ببینم که 90 درصد آدم ها دوستشوش معروف چون نه واقعا همه دوست دارن یکی این بود دو اینکه گربه دستش به دادم بیفیف چی؟ میگن گربه دستش به گوش نمیرسی این آدمی که میخوام میگم نمیخوام دیگه نمیدونم حالا چیز دومی که دوست داشتم آخه نه بعضی آخه نه بعضی آخه بعضی واقعا میدونم که شرایطشو دارن به نظر من اونا یه قد چی میگن کی شرایطشو داره معروف شد دو باسنشون مشکل گوهیه میگن نه خیلی من دیدم که سعی کردن مثلا خیلی من دیدم سعی میکنن و هیچی نمیشه خب نه اونا نمیدونم واقعا مثلا حالا ما... پوینت بحث ما دیگرون نیستند. دارم از خودم میگم مثلا دو... پوینت بحث, چیه؟ بحث اون چیه باز بعد اون که فرهاد ببینیم حاج به فرماشا گم زدیم نه به فرماشا نزدم دیگه, دیگه. دارم میگم چی هم میخواستید به فرماشا دارم میگم خب آره دیگه نه دارم میگم <laughs> کلا کانسپت این ویدیو الان چیه میگم هم گپ با فرهاد به فرماشا خیلی هم سکسیه خب بعد از به فرماشا به یه چیز دیگه هم دو خیلی دوست داشتم آقا امروز فرهاد با اپل واچی که من براش تو بفرمایشم خریدم داشت میومد اینجا بعد فهمید که اگر بیاد تو این دوربین با این شما میخوام بهش گیر بدین بعد برگشت خونه دیر اومد بعد کرد که این ساعت رو در نیاره خلاص خاطر شما نیستم واقعا اتفاق افتاد امروز آه. آخر نه بعد ما ساعتی هم فیکس نکرده بودیم من گفتم بعد از شیش آره من گفتم ده مهم آره نه بعد گفتم بعد از شیش ولی خب واقعا خیلی خیلی <تصفح> امروز... بعد از شیش آقا اولا از تک تک کسی که تو اینستاگرام من فالو فعال میکنن تشکر میکنم امروز رسیدم به سی و شیش هزار ممایز نو بعد یه سیکسی توش داشت از اولا بچه ها مرسی واسه 69 بعد البته من فقط هزار تا فیک خریدم هزار <applause> همه زدن مسیج مندار که دمت گرم که مثلا <applause> در راستگویی که میگی چند فیکه چون بعد مثلا بعضی میاد تو پیجش مثلا میدم یه, یه میلیون و 500 مثلا فالوور داره بعد ویدیویش مثلا 20 هزار میخوره به من پیشنهاد شد بیا فالوور بخرم برات <applause> او <من> خیلی <applause> من یه بونم اونها رو نگرفتم من یه جا رفتیم یه گروپ رو درست شد خیلی کشر بود ام یه زمانی مود شده بود گفتن یه گروه درست میکنیم می گفتن همه رو فالو کنیم بعد جایزه میدن از این حرفا مود شده بودی چند بار ما هم یه گروه زدیم نفرین هم 100 دلار 200 دلار فرستادیم شد مثلا 20 نفر بودیم شد 2000 دلار گفتیم میخوایم 2000 دلار جایزه بدیم بعد به یارو گفتم که بیا تو از سپر خلسه اینا بخوایم که برام تبلیغ کنن بعد گفت نه بعد ما نه من آدینس با اونو فرق دارن و ما آدم که اونا دنبال میکنن نمیخوام اون یه چی دیوونه همهش ایش کشه دنبال میکنن چی میگین خلاصه گفتن نه و رفتن که دیگر رو از همین یعنی کمپانی پیدا که اونا بهشون قول داده بود که آره ما فالوه براتون میانی واقعی بسا بعد اینا گفتن که به این, به این آدرس یوزر رو بزنین بعد من نزدم گفتم خب معلوم من میدونم اینو فیکن من به شما میگم بیاین راه درست بیم شما نمی احمق این کارتون من بی خیال کل اون داستان کاری نداشتم فقط بهشون گفتم برای من فالوور نزنید آقا برای من فالوور نزدن اون خانم هم که مسئولش بود دو سه بار مسئول که آقا مثلا چه فلان به سارو بگو گفتم نمیخوام بعد چیز کرد شروع کرد برای اینا فالوور زدن برای اینا سابسکرایبرشون شروع کرد ریختن ویوشون اومد پایین شد و بند شدن اینستاگرام رو سرویس کرد اصلا نمیدونی چه کسافت کاری بود و مثلا یه روز صبح برشنان پنجا فالوور گرفته مثلا یه روز پنجا هزاتو بود صبح بود تو یه روز بعد اصلا خیلی بعد مثلا واسه چی بعد ایرانی هم خوراکشونه از هر صد نفر که من فالوور میکنه یه نفر بالای ده هزاره بعد میروش ده هزار و ده هزار و دیویست اون دیویسته واقعیه این دوست داره ده فکر کن. به دیویس میکنه مثلا سی هفت لایک میگیره میگه که دیگه دوست درست کار میکنه خب یه داستان خب. تعریف کن بعد از بفرمایید شام چه, چه اتفاق جالبی افتاد مثلا که خب خیلی برای خودت جالب بود <تصفح> یه هر وقت فکر میکنی از این معروفیتی که میگی حال کردی مثلا گفتی ای چه باحال رفتم توش شب خانواده زندگی میکنی چه اتفاقی افتاد بر من خب اینکه به صرف کارم من ایرانی ها زیادی میشنم چی مجانی گرفتی؟ هیچی بار بار. به قرآن هیچی همه حالش من به مجانی به خدا خب تو گرفتی خب <تصفح> من نه, من نه هیچی من نمیدونم که این کار کرد ولی یه دفعه توی رستوران بودم غذا سفارش دادم بعد که <تصفحش> یارو گفت غذاتون میشه انقدر یه رستوران بود که میگفتی میرفتی یارو که میشه یا یکی اومد اینجوری کارتشو کوبید روی دستگاه بزنه خب بعد گفت میخوام برای تشکر از یوتیوب دمت گرم یک از قشنگ ترین که کسی واسم کرده خیلی بار بود من حتی تو این موقعیت تو رو هم نداشتم ظلم شده به من رستوران های ایرانی که میرفتم خب خودم رستوران ایرانی کار میکردم دیگه رستوران ایرانی نمیرفتم دیگه من واقعا رستوران ایرانی غیر از رستورانی که توش کار رسوانه رسوانه نبود رستورانی که من پولم داد کره ای بود رستورانش مشتری ایرانی بوده کره ای دیگه نبوده نه خب بود. دیگه... بود خب دیگه تو خیلی خوش شانسی آره اکونو ولی بودم. آره ولی من رستوران ایرانی که نمی رفتم رستوران غیر ایرانی هم که برم خب میگم من بچه‌بات منو بشناسن نه بابا انتظارم اونقدر نبود این خارجی هم بشناسن نه میگم <laughs> چی چی مثلا حال کردی تو با حال حال مثلا... کردن خب اون چیزی که میگم دنبالش بودم یه سری آدما برام منو میدیدن اه... بذار بهت بگم بعد از پخش به فرمان چون تایم خیلی کوتاهی بعدش کووید شد دیگه آره. Right? و ما مجبور بودیم ماسک بزنیم هر جا میریم اه... خیلی ها همون موقع منو میشناختم با ماسک چه چجوری به نظرت چشا دیگه نه چشا که دیگه اون موقع عینک ما... بود نه تیشت اکس به فرمان بودیم نه از یه چیزی که خودم بدم میاد پای دختر <applause> از پای دختر چه چرا من چه میدونم من, <applause> حدس من دارم. حدس دارم از صدام همه میگن شما فلان آقا فرهاد نیستی خب میگم من ماسک دارم چه جوری میفهمی من از صدا تشخیص دادم خب صدا یک شخص مال شخص ولی نه ببین خیلیه که با ماسک بگن تو فلانی هستی هنوز که هنوزه من کوبیدم و فاختم <applause> ملت میگن فراد به فهمه چام نیستی میگم ای بالاخره یکی من یادش اومد نه صدا تشخیص دادم خب میدونم صدام هم این نیست ولی با... خب صدام خیلی خاص آما بوده من ما اولی ماهی نگرفتم دستم هایی خیلی دم حال میکنم از جان میخوام یه سیستم اینجوری دسته فتا کنم تو نمیتونی بزی... ببینم دستم نه تو خطر نکن یه دقیقه میخوام میدازی مگه من چلاغم هر دیگه... کردم خیلی جد همین کارات بوده خیلی دلم میخواد خیلی این ویدیو رو ببینن خب پس اینم بر... پس تو خواستی در فقط مردم نگفتن فراجون خدافظ کسی چیز میزی بهت نداد من انقدر خوره که میگم که پشمات میزه همه به غذا قضا میدن خیلی عجیب غریب که برای من پیش اومده بود که اصلا عکس لخت افسانه برا اوف تا دلت بخواد واقعا اصلا قاطی. دروغ میگی به قرآن خیلی هاشو دارم چرا به من چی نمیفرسته به خدا خیلی چون مرد خانه بودم نمیدونم فقط یه اتفاق پسر اکت دولشو فرستاد بودم شانس, شانس ما نه شانس, <applause> شانس ما یه چیزی جاله ولی راضی بودم ها چون یه بار بگوتم دیگه نمیدونم گده ها نمیتونم انتخاب کنم تام یه دونه عکسه که چون نیومده دیگه حالا فرستاده میگم ای بابا بوستم که آدمو دست نه یه بار یه اتفاق جالب افتاد یعنی اولین باری که این اتفاق افتاد برای من خیلی جالب بود تو رستوران سر کار بودم فکرم می تازه اومده بودن دوستان از ایران اومدن گفتم میخوام باهات عکس بگیریم و واقعا من تا حدش انتظار نداشتم <applause> خیلی خیلی اکثر خدا هم دارمش خیلی خیلی اون عکس برام قشنگه یعنی واقعا انقدر انتظار نداشتم که کسی بخواد با من عکس بگیره و این اتفاق افتاد نم. یک بارم نه دو بار بود دو بار این اتفاق افتاد که این بار اولش خیلی برام تو هم خیلی چسبید خیلی باحال بود من عکس زیاد گرفتم از یعنی مثلا من عکس یواشکی ازم گرفتن خب تو خیلی حاشیه داشتی مثلا یعنی حاشی بچه کو فوش خور هم خوب بود آقا بودم همه فقط <applause> من دست آخرم دیگه <applause> آره دیگه اینقدر زیادت گره آخه من هنوز که هنوز خدا شادی اکس با یه دختری من میذارم میام مسیج میدن که نیکی بهتر بود یکی میام میگن که چرا به نیکی خیانت کردی به خدای من رست که گرفتم واسه نیکی فرستادم واسه بزار... پیداش کنم ببینی برای خود نیکی فرستادم که بابا چرا من چتونه من با هرکی کی هوکاپ یعنی نیکی دیگه نیکی میگه بابا با نیکی با هوکاپ کنیم لا 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 یه یارو فقط ریپلای کرده استوری منو با هر دختری که عکس گذاشتم یه نفر نوشته که نیکی بهتر بود ببین یکی نوشته نیکی بهتر بود و آها نه اومده نوشته اولین عکس که با نیکی گذاشتم به هم میایم بعد من با یکی دیگه گذاشتم نوشته نه نیکی بهتر بود یکی دیگه گذاشتم چطوری میتونی با نیکی این کارو کنی و مثلا یه دونه عکس دیگه باز با نیکی گذاشته هم خوشحالم براتون یعنی کمر بسته آدم شدی آدم شدی اگه کمر بسته من و نیکی رو به هم برسونه آخه نیکی هم خودکیدی واقعا منم نیکی رو قبلا تو اکس ها میدیدم همیشه اون هم میدوخه خوشگلر چه ما نمیبینیم تو تو چیز فکر میکرد تو بفهمه چه ببینی نه اصلا پشما میبخه در باز کنم مثلا من اندازش یه مامانی بیا قرقرو بعد مثلا شب خودم خواستم گل بریزم تو قضا به فنا برن داستانشم بعد شما همتون عادی خودتون چت بازین دیدم مثلا بهش آره بابا زاین هیف گل هیف گل خدا یه شانس خیلی خوبم داشتیم من واقعا با اکیپمون خیلی حال کردم خیلی خوب بود تو رو باش من میام جدا تو تو ریلکس من میام جدا نه, نه،, نه،, نه. من خیلی با اکیپمون حال کردم آره من خدایی خیلی من دوست داشتم میدونی من تای دلم دلم میخواست اکیپمون تخمی باشه. چون شما اخی شما خوب بودین مجبور با باهاتون خوب باشم ولی اگه تخمی بودین میخواستم مثلا قلب بشقا بنوزم زمین خیلی زمی. گناه میداشتن اون آدمای دیگه چون قطعا حریف تو نمیشدن شادم وقت مردم ازم متنفر میشدن یارو است نمیدونم بزر. ولی این خدایی تیم ما خیلی خوب بود همه جوره من خیلی هیچ جوری بهتر از این نمیتونست ببین. نیاز من هر وقت بود. نگاه میکنم انگار که همه هایر شدیم اینو درست کنیم و برای اینکه من آدم خوبش کنیم آخرش داستانم اینجوری میده که یه دیوونه ای... چون این مگه به کامنتارو رو بخونی روز اول همه به من فوش میدادن روز دوم فوتو کم شد روز سوم ما خوش روز آره چهارم گفت همه سوهی قشنگ یادمه روز سوم تمام کامنت ها بود نیکی و سهیل خدا نیکی و سهیل خدا بر روز چهارم شد سهیل و نیکی خدا سهیل و نیکی خدا قشنگ <تصفح> چون ببین من خیلی برام جالب بود که خودم رو بشناسم گفتم آقا من دقیقا خودم رو انجام میدم این تو بعد هرچی که مردم گفتم من اون شخصیتم بذار مردم منو قضاوت کنن گفتم هیچ وقت نمیشه که تو دنیا بخوای کار کارو خود بکنی بعد تمام کامنت رو میخونم بعد چند تا کامنت میومد هفت هزار تا تمامش رو میخونم و دونه دونه رو میشستم میخونم روی اینستاگرام منو تو با روی چیز بعد هر روزم که ویدیو ریلیس میکردن بعد از روز ویدیو اول میدویدم یه کامنت میذاشتم که به تخمم نیست اگه ناراحت شدین یا خوشحال من فقط میخواستم بخندونمتون خواستم چهار شب با هم حال کنیم سعی کنیم بفهمین بعد این تو هر دفعه کامنت نامبوان بود یعنی شب دو سه و چهار و یادم یه توی یکیش فکر کنم مثلا یه عدد احمقانی مثلا سیزده هزار تا ریپلای شده و زیرش یعنی کل کامنت مثلا بود بیس هفت هزار تا ریپلای سیزده هزار تا زیر این یه کامنت من بود و من تمام کامنت ها رو میخوندم که ببینم مردم چی میگن بعد روز اول همه میگفتن مادر این آدم کی قشنگتن کامنت بود میگفت حیف گاو بعد <applause> روز دوم یه خود فوشو کمتر شد ولی هنوز فوش بود روز سوم شد نه نیکیو سوه خوبن روز چهارم اپل واچ کارو خودش کرد <applause> قبول کن قلب خیلی یار دست آوردی با اون <applause> نه دیگه بعد از اپل واچ فقط گفتن س... آره گفتن سهیل نیکیو سوه خوبه دیگه... ولی فرداش که دختر شدم شدش سوه گفتن که یارو دیگه خیلی خیلی دیوانه بعد شما همه تو سیستم مثلا سینگلی من دو بچه هم دارم I know بعد دیوانه تو منم <applause> به حالا این تیمه که داری میخشه هایر شدی این چیز کنه یه بار تو یکی از برنامه های هوتن به فرمان شما هوتن رو دیدی خودش چهار تا نقش رو بازی میکنه نه خیلی جالبه ببین خیلی عشنگی من تو پخشش کرده بود هوتن <تصف> کیه سوال خیلی زشته سعی موضوع حتما فش میخوری بوتن یه آرتیست خیلی معروف ایرانیه که سالهاست کار میکنه تو من آره شبیه همه خاننده ها میشه بعد همه برنامه رو جا خیلی چیزه نه تو من که میگم این برنامه رو من تو پخش کرد خلاصه خودش دقش چهارتا رو بازی میکنه بعد قشن چهار تا اکیپ مختلف یعنی چهار تا قشر مختلف جامعه هستن من میتونم کار بکنم خب چهار تا قشر مختلف جامعه هستن یه من دو, من دو تا دیگه اون به کنار چیز دیگه میخوام بگم خانم چهار تا رو دارم میگم اصلا کلا حرفه از اینه که از خانم های دیگه رو در میاره بعد اکیپ ما قشنگ منو یاد اون میندازه خانم شیکه با شخصیت یه فلان و <تصفح> <لا نسی. تصفح> نگاه رو <منو قط> کات <تصفح> <تصفح> دیگه

<applause> بعد یک یاروی داره عاشق بچه چه فلایون ها نه نرمن یه یارو داره راهنده تاکسی شکم گنده هیز دیگه خب ببین دیگه خودش یه خانم دیگه هم هست جنوبیه از این اینجوری از اینجا تا اینجا علنگو تونی <applause> 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 من چیزه هست تو <applause> تاکسی هیزه هستی تو خب میدم تو کدومی <applause> من فکرم میرنده ها خودش رو فهمیدن که کی کیه <applause> خب من میگم تو کدومی تو کدومی هر... تو چکار من, <applause> من داری من کدومی من که تاکسی <applause> عالی هم خب دیگه میبنم سریع ترافیک آره. رو بیت میکنم حالا خلاصه قشنگ منو یاد اون میندازه میگم قشنگ یعنی چهار نفر رو به خدا خیلی اینا هرفه ایم میدونن که واکی بندازن یه چیز خیلی جالب دیدم در یه دونه انیمیشن تو... نه انیمیشن نبود یه ویدیو بود وایرال شو خیلی باحال بود روزی که آدم و هوا رو خدا میسازه بعد بهشون میاد جونم بابا شور تل می الان خوب الان یه ترس ملوی از من داره مثلا میگه الان سه بار بچه‌ها سر صدا کردن دیگه اگه دفعه چهارم بشه سوال میاد میگه که پدر سگ چه حواسه به بچه‌ها نیست خدایم راست میگه ولی کارم اشتباهه یعنی دلم میخواد تای دل نکنم این کار یعنی میخواد اگه دست من باشه مثلا نرم اینو بهش بگم ولی دست خودم نیست که دفعه چهارم میگم چه دیگه خودت که میگی زرد میگه بچه‌ها رو دیگه مهمو کو میگه که می چرا از موقع بگو 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 چرا موقع می مازدون میکنه میبینه باباش یه گوی میخوره مامارش نشسته تنها چرا من میکنه چرا حتماش من میکنه بچه تو دیگه نه مثلا من رئیس خونه میبینم مثلا من بابای خونه نه حالا اینو به طور کاملا جدی بگم باز گینی گفتم بازم میگم و خیلی از این موضوع خوشحالم ولی نمیدونم واقعا چرا هیچوقت فکر نمی که یه موضوع که خیلی هم مهمه در رابطه با تو بگم واو سوهل حرفه تو این کار و اصلا ابراز خوشحالی بکنم ازش تو واقعا بابای خوبی هستی سوه اصلا فکر نمی کردم با تعجب شخصیت تو که میشناسم فکر نمیکردم کردم بابایی باش که تربیت کردم بلد باشی آره نه میتونم بابا باشم نه بابای در قبول دارم چون خودم هم اینو میبینم من... اصلا فکر نمی کردم واقعا فکر کردم. بچه اوه اوه او 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 چی بشتم ولی واقعا مهدبه و میدونم که خیلی تاثیر تو رو روشون بعد ماموکو چهار سالشه می بچه چهار سالی چه انی از ایناست که چون تازه زبون یاد گفته دیگه دازه همه چی به نشون بده اینا ببین پاشا که اصلا مرده پاشا مثلا مسئولیت داره تو خونه پله ها رو پاشا جارو میکنه آشقاله رو پاشا میبره بالا خب ببین اینا چیزا خیلی مهمی هم که خیلی از پدر مادرای این دور زمونه بلد نیستن انجام بدن ها همین چیزای کوچولو ها خیلی مهمه همین کوچولو خیلی هست. مهمه امشب دیدم پاشا میخواست نوشابه بخوره گفت که میتونم بخورم پاشاپ میام براش و رفت قشنگ 15 تا پاشاپ یاد بخور... تو با... آره بعد اصلا باورم نمیشه اون موقع برای چاکلت میگفتی بعد اه... اصلا باورم نمیشد که اه... دارم به چشم میبینم آره منم بابا میتونم نوشابه بخورم گفتم 100 درصد نوشاشو بعدش گذاشون و رفت و... پایین 13 تا شنا داد بلند شد بعد شنا دیگه چیز فرم خوب و آره و... نه و اینکه اصلا تو بهش نگفتی که خب پس باید بوشا بری یعنی بای باید دیفالت میدونست که بعد برم برای که میدونه یک بار من لد نکردم یعنی یک بار نشده بعد خیلی مثلا جالبه اگه بیاد بگه بابا نوشا میخوام نمیگم پوشاب برو آره بردار همه میگم نوشا تو بردار نوشاشو برداره باز کنه یه قلا بخوره میگم پوشاب دادی براش بعد میگه که نه میگم از یه دقیقه میشه بذار زمین پوشابه تو بده بعد بعد اگه توی سه چون... مثلا مثلا میگم من... حالا مثلا داره میخوره همینجوری بهش میگم هر وقت نوشابه تموم شد پوشابه شو هم بده و این مثلا نمی کیده میکنم که پوشابه بده نه بده بعد بده بعد پوشابه اول بده دست میزنه نه خیلی برام جالبه همین مثلا و... اون که داره میخوره بعضی مثلا شده مثلا داره میخواد بره بازی کنه الان وقت نره پوشابه بره بعد نوشابه رو باز میکنه دوستش هم داره میدوه. بعد میگم وقتی بازی تموم شد پوشا یاد نره بعد ساعت دو میگم ساعت پنج که دوستش میره میگم خوب بود همه چی خوش میگاره میگم نوشابه که خوردی پوشا دادی ولی خود فکر میکنه میگه نه میگم خب چه خوشو من حواسم بود پس برو پوشا بده که بده کنه فقط حرف شنوی از تو رو بهشون یاد نمیده خیلی چیزای دیگری یاد میده ها آره خ... تا اینکه تو زندگی برای که یه... یه چیزی بخوای به دست بیاری باید سرویس شه آره بچا من میگم حسی بهش میگم کوچولو کوچولو بهش گفتم من پاشا تو روزی سه تا 13 تا شنا بدی میشه روزی 40 تا بعد از 10 سال تو مثلا 100 هزار تا پوشاب رفتی هیچ کسی دیگه تو لول تو نمیتونه نظر قدرت و کنترلی که رو سینه‌ش داره مثل تو باشه چون تو هر روز روی این کار کردی تو هر روز بدون که اصلا به زحمتی بده خسته بشی اصلا بفهمی هر روز صبح که بالا میشه باید 13 تا شنا بره 20 تا تناب بزنه نمیدونم خیلی باز جالبه میگه باید این کار بکنم من باید رو ندیدم ولی با کمال میل میکنه آره چون هیچ وقت ولش نکردم انقدر هر دفعه بهش گفتم که مثلا لیست انجام بده لیست انجام بده دیگه عادت کرده بکنه در هر حال خوشحالم از این موضوع اینو نمیدونم بهت گفتم اینا اشتباه کردم در رابطه با پدر بودن تو رو آره خوبه راستو با بلمک مرسی یه خوبه باشه خوشحالم که اشتباه ام، یه دوست دارم اینو گفتم تو ویدیو به تو میگم یه دوست دارم که پروفسور بعد خونش بودم یا نه اون خونه من بود بعد گفتش بعد چند روز که مثلا اینجا بودم روز مثلا چهارم پنجم گفتش که سوال من درس خوندم که تدریس کنم به آدمو چیز یاد بدم جوری که تو به بچه ها چیز یاد میدی انقدر عالیه انگار که مثلا دکترا داری تو تحصیل به بچه ها از کجا اینو یاد گرفتی گفتم مثلا تقریبا همش خدا آموخته است بعد میگفتم باور نمیکنم چقدر خوبی من فکر میکردم مثلا یه خورده خوبی یا مثلا خوبی ولی لبرت اصلا نمیتونم باورم نمیشه چقدر حواست بچه ها هست چقدر بهشون میرسی اون خیلی خیلی مهربون بوده یارو فکر میکرده حتی ممکن اوکی باشی یا خوب باشی من میگفتم افتضاحه <تصفح> من میگفتم یعنی فاجعه سهل پدر اون که میگفت می خوبه آره باز خوبه نه بعد من اینجوری بودم دیگه چقدر شاک شدم الان و اینکه ده... صلاحیتت نمیکردم برای اینکه مثلا بذارم مسئول این کار رو نمی من حالا همه زندگیم همین, همین, <تصف> <تصف> همین بوده همه زندگی همین بوده یعنی هر کی مثلا میدید میگفت نه ای نمیتونی این نمیتونه این بکنه بعد که مثلا میرفتم میکردم بهترین آدمش بودم هم می که ما فکر تو بتونی این کارو بکنی. فکر می‌کنم اینجوری جوری آخر رفتار میکنی که در رابطه با هر چیزی تقابل آره. مردم ازت پایین باشه. همی... بعد دقیقاً نقطه مخالف منی. من نه من میتونم میکنم فلان میرم جلوی یه جاش میزم برای اینی که برای این که حرف نشدم پاره میکنم خودم که انجامم انجام میدم در نهایت بهترین رو میذارم ولی پاره شدم سرش حالا تو یه جوری هست که خب نشد نشد ولش کن من همیشه من داشتم روز به خانمم میگفتم یا به خود می میگفتم من توی 25 سال گذشته حتی یه روز نبوده که مال خودم نباشه یادم میگم امروز صبح بلند میشم الان باید برم اونجا مدرسه بود نمیرفتم حتی امتحان آخر سال هم بود آری دکتر تو جیبم داشتم که برام میزد مریض بعدا باید بیاد امتحان بده همه چی مو ستا بود همه چی میادم امتحان میدادم بعد از امتحان کمک معلم بهم به زنگ میزد با جواب امتحانم میومد میشست بغلم تو کتابخونه میگفت بنویس جواب میز جلو میگفت می بنویس فقط با استامینم جواب خالی ورق خالی میدادم <applause> همیشه دیوست این سیچویشن بودم تا اونی که اجازه میداد نیم چه غیر قانونی نه فولان غیر قانونی مثلا دیگه مثلا سر کلاس چی نمیکردم که معلم بتونه بگیرتم ولی پشت چیز دیگه اون دیوست دیگه کسی بگیرد اونو می بیرون من خیلی اون دزده دیگه من تا یه مقتعی از دوران تحصیل خیلی درس می <applause> بعد یه بار یادم سر امتحانی میگی برگ سفید میدادم یه اکیپ پنج نفره بودیم خیلی هم با هم خوب بودیم و خیلی هم درس میخوندیم یه جورایی رقابت داشتیم اصلا با هم ولی دوستای خوبی هم بودیم با... نمیدونم واقعا چی شده بود امتحان زیست بود نمیدونم چی شده بود که ده... ناراضی بودیم از اینی که قرار امتحان بدیم <تصفح> حالا ما خونده بودیم بچه میگفتن اگر که شما بلند شید. ما گفتیم خب برگر رو ما ت... خالی, تح... خالی تحویل بدیم مجبور باز دوباره امتحان بگیره دیگه نمیدونم واقعا رو چه حسابی شد که این اتفاق باید اینا گفتن شما پنج تا اگه برگه رو سفید بدین ما پشتبند شما برگه رو ما مطمئن شیم که شما میخواییم سرگتون رو سفید آه. بدی تو آخر کنید ما هم میکنیم که امتحان کنسل شه من بلندشم برگم دادم در مشکر میکید دیگه بچه هم بلندشم داد یکی دیگه از اون یعنی از این ما پنج تا سه تا اون بلند شدیم برگردادیم معلومه یه و دوش افتاد که چه خبره این سه تا الان مثلا این سه دقیقه است امتحان شروع شده تو سه دقیقه خب باید دو کامپیوتری چجور نوشتی بعد نگاه کردید برگه همون خالیه یعنی برگه من نگاه کرد گفت مطمئنی گفتم آره نخوندم علکی یعنی باور کنیم تا آنو میدادم چیز میشدم قبول میشدم یعنی نمره خوب میگرفتم بعد نفر سوم به النا میگم ما 20 میگیریم پشما شیخ نمیگه 20 چرا 20 100 بعد ما اونا میگه چی اونا دهه اونا بعد ده بگیرن مثلا مکسیمشون ده میگفت ده مثلا خب باز بکسن صد 20 چرا چرا سی نه جمهور اسلامی <تصح> خلاصه میدونستم واقعا نمره خوب میگرفتم بعد یعنی هممون چون میخوندیم دیگه ستاره که ما دادیم فهمید اون دوتا گفت که بشینید نزش بلند شه تو میخوای بلند بیاد بریم بیرون برگه ما رو گرفت همه رو به زور که شما باید امتحان بدید و برگه ما رو هم جلو خودم برداشت پاره کرد نازش ما امتحان ما شدیم صفر اون کسایی که نخونده بودن ما به خاطر اونا بلنش شدیم مثلا دوازده پاسی میگرفتن دیگه هیجده اصلا هیفده ما صفر خیلی قوی بود اومده بدم خیلی خوب بود خیلی خوب بود من هنوز که هنوزه اسم تنها معلمی که یادمه خیلی هم دنبالش گشتم پیداش کنم بعدش من یه, یه, یه معلم ایرانم برات بفهمشو به مسیج تو اینستاگرام گفت از های اسکول هیچ چی عوض نشدی <applause> من این آقای فروخی بود اسمش خیلی فروخی آره دبیر زیست بود آقای فروخی اگر هستی فراد دنبالته دولبوسه <applause> آخه خیلی یه جوره اخلاقش خلوچله بود <applause> ببخشید ولی آخه بود روز اول من رفتم جلسه معرفه بود واسه سر کلاس داشت صحبت یعنی تموم شد همه معرفی کردن نه من مثلا یه مثلا یه دو هفته بعد از که من چیزا شروع شده بود رفتم تو مدرسه درسم داده بود و اینا داشت صحبت میکرد من دی به احترام و لبخند میزن آدم اینجور بودم یه من بلند که کلاس کرد بیرون برای چی داری میخنده به من هم لبخند من حرف جدی زدم برای چی تو باید لبخند بزنی جدی باش من از کلاس کرد بیرون <تصفح> ولی بعد بهترین معلمم شد خیلی رابطه خوب و صمیمی داشتیم با هم. آقا بین حرف خیلی فرات کن شده نه نصد به فهمانشم نگاهشون خیلی قیافه جیگر شده <تصفح> دست دکتر در دکتر نه دکتر <تصفح> دکتورا یه دون عمل باش آره دیگه دو یه دونه یه دونه بود واقعا <تصفح> سنده تو ولی... بده آره ولی خدایی کارش خوب بوده خیلی دوست داشتم کارش قبول نداریم؟ چرا من که خودم اصلا پاس کردم گفتم <تصفح>. من خودم الان پاس کردم گفتم خب <span> بذار ببینم من یه چیز دیگه میخواستم بپرسم راجبه دودودت نبود راجبه خودت نبود خودتم نبود فهموشنم کابه کردیم خب دیگه اگه من نیست از بفرمایید شام نیست از <خدافز> دیگه چیزی از من نمون در <تصفح> موقع که گفت دیگه کجا <تصفح> شست کچی که <تصفح> خب ببینم بذار ببینم <تصفح> آقا از, از سوال میپرسنم پنج سنیه وقتی جواب بدی چی جواب؟ آه جواب سوالو؟ آره اوکه. خب <تصفح> آماده ای؟ پنج چیزی که لیس میزنی سه تا چیزی که لیس میز... میزنی بستنی آب نبات انگوشتم کردم تو غذا سه تا چیزی که انگوشت هم میکنه توش بعد از غذا دهنم <تصفح> لیوانی که دارم میشورم <تصفح> دیگه انگوش میکنم توش بعد از غذا همون توش پنج سنیت درم شد دیگه همه میدونیم چی بود تو مقدش پایین نمی گفت نه واقعا چیزی نمی گفت همه می نه دیگه تو باسن یه نفر دیگه مینیموم تو باسن یه نفر دیگه مینیموم بعد قضا چرا ما دارم دیگه کجا کنی دو... دو... دیگه به جای دفعه دیوان که بتره <تصفح> خب نه پس اونجوری باید جواب بدن نه هجوری که خود دسته okay. ما همه داشتیم اینجوری فکر میکنیم فکر میکنم حتی من دیگه زیادی دارم اصلا میشن انجام میدارم خب بذاری که سوال چیه پس هم ازت با مزه باشه سه تا بهترین کشور دنیا ایران ترکیه کانادا <punishment> ترکیه رو هستم ایران نیستم نه ایران چجوری ایران بهترین کشور دنیاست دیوونه اه... بهترین کشور دون دو... خب ترکیه هم نیست بهترین کشور دون, دون... تامن... ببین برای من, من. ولی دیگه به خاطر یعنی برای من بهترین کشور من زمینه ایران شو... کشور خودم ترکیه رو خیلی دوست دارم خاطره دارم کانادا هم که دارم زندگی میدونستی فقط در درصد دنیا از جایی که به دنیا میان یعنی 97 دنیا اونجا که بدون همونجا زندگی میکنن ما جز 3 درصد درصدیم که بی کشوریم به قول کی گفته؟ کینیدین آم... سیتیزنشیپ <تصفح> آره ولی خب نه, نه، ما نه داریم، نه ایرانیم. من حدا اساس من اینجوریه من نه هیچ وقت آره... احساس میکنم ایرانیم هم نه احساس میکنم ایرانیم. البته الان که تو یوتیوبم خیلی احساس میکنم ایرانی, ایرانی شدم ایران. دوباره میفهمید من خیلی ایرانیم کم بود و گفتی یکی میشه گفتم نه این یه پرانتز خیلی جالبه یه جورایی خب من بعد از ده سال بود که بعد از نه سال اینا بود که من از ایران اومده بودم بیرون که پخش شد برنامه آره که برنامه پخش شد واقعا بفهمه چامه خیلی رابطه منو با ایران خیلی بیشتر نزدیکتر که و خیلی قشنگ بود خیلی خوب بود آره منو خیلی باحالی خدایی درمیتون گرم <laughs> I love you. شبتون بخیر